این یک فرهنگه، مثل وقتی میگیم اید یعنی مثل یک حکومت، در داخل یک حکومت بزرگ داره، آقا داره، پایین داره، آدم ها اندازه هاشون و طبقه شون و اندازه های این که حرف بزنه رو میفهمن، میفهمن که وقتی که بزرگت رهبرته، راهبرته، در واقع مثل تو شیر سنگی ما نسیم آه علیار، یه جا علیار میگه اگه من رهبرم که راهبرم که گفتم حرفمو، اگه توی پا بگو، وقتی اعتراض میکنه یعنی یه سلسله مراتبی رو حس میکنی از کودکی، برای اینکه طبیعت بهت میده، طبیعت یک خشونت رو به این معنی نمیکنه. شما زندگی گله داری آدم رو واقع بین میکنه وقتی نزدیکی به گله داری و از این نزدیکی به طبیعت. مثلا اینکه ما وقتی تا 5 سالمون بوده ما با صف پسر بچه ها باید وامیستادیم، گوسفند که قربونی میکردن 3-4 تا گوسفند مثلا قربونی میکردن، وقتی که وامیستادن مثلا پدر ما چون بزرگ بود کنار ما وامیستاد، بعد اومد گوشی شکمو که پاره میکردن گوشی جگر رو میبرید، بعد ما پسرها میخوردیم و صورتمون هم کج کنه نمیشد، برای اینکه بودن این بعد اینجوری بار بیاد. ببین خود این بهت یه روحیه دیگری میده. هیچ کدوم بچه مثلا برادرای من که اینجا بعدها، چون من 5 سالگی اومدم اینجا، خب هم فتح الله هم ناصر اینا همه اینجا به دنیا اومدن، اما هیچ کدوم روحیه ماها رو پیدا نکردن. شما یه جوری نروتری، نترستری، راحتتر هر کاری رو میکنی. یه نوع فرهنگی که جایگاه خودتو میدونی و احساس میکنی که باید تلاش بکنی به جایگاه بالاتری برسی در همون جایی که محوطه‌ای که قرار داری. حالا نسبت به استعدادش هر کسی در پی یه جوریه این میره، یکی پی دانش ممکنه بره، یکی پی اسب‌سواری بره، یکی پی تفنگ‌بازی بره، یکی پی هر کسی پی یه جایی میره. ایلیاتی یعنی یک فرهنگ اینجوریه که این طبقاتشون میزان تواناییشون در اون امر پدید میاره، در اون زندگی پدید میاره. وقتی هم که میای شهر فرقی نمیکنه، میبینی همون سیستمه، منتها یه جوری دیگه است. مثلا ما با پدرمون که نصیحت میگم به ما تو تهران، خب من 5 سالگی میگم همه مدرسه هم تهران بوده، ولی میگفتش که ببین وقتی که با یه عده میجنگید یه راه فرار براش بذاری. اون موقع ما میخندیدیم به بابا که مگه ما دیوانه، چون خودشون میرفتن جنگ میگفتن مثلا ما میرفتیم اینجوری، بعد مثلا امنیه که پی ما میومدن ما میرفتیم دورشون رو میگرفتیم یه جای فرار میذاشتیم، بعد یه تیر میزدیم بغل پاش یا بالا سرش، بعد صداش میکردیم که آهای مثلا فلان امنیه یا سردار استوار فلان، فلان جا بازه، تو برای پول داری میجنگی، ما برای زندگیمون داریم میجنگیم، نمیخوام بکشیم، راه تو بکش برو. بعد نصیحت میکردم گفتم یه راه فرار اگر نذارین تو زندگی برای دشمن شکست میخوریم، چون دشمن اون وقت با همه وجودش میجنگه، چون میگه راه فرار نداره. بعد ها من فهمیدم تو زندگی عادی هم همین هست، منتها این دیگه اون شکل جنگ نیست، اینه که واقعا وقتی با یکی خصمانه یا اذیتت میکنه یا هر چیزی یه راه آشتی براش میذاری. چه خوبه بالا مال بار بنه، بالا با خدا پا چشم کرن، تا بیان بالا یک بگره، بالا بو خدا چالنگ و هفلنگ. بلال بلال های بلال بلال های گلام تون پاته و
باز یه چیزی که برای من تو زندگیم تأثیر گذاشت، این پدر من توی جنگی که حالا درگیری بوده و اینا، یه وقتی اومده بود خونه که من اون موقعی اومدم خونهش رو ندیده بودم، ولی بعد حرفش رو که شنیدم چون کوچیک بود، خیلی کوچیک بودم، و زده بودن با سنگ اینجای پدر من و دندونای این طرف دندوناش خورد شده بود. بعد برادر بزرگ من منصور ما که اون موقع مثلا 15-16 سالش بود و اینا، گفت بابا اسلحه به کمرت بود، تفنگ به کمرت بود، خب چرا نزدیش؟ بعد پدر من عمیق نگاش کرد و گفتش که من تفنگ به کمرم بود، اونا که نبود. تفنگ حرمت داره، تفنگ دست آدم میدن حرمتش هم یادش میدن. خب این خیلی معنی برای من داشت، یعنی اینکه یک کسی با سنگ تو رو میزنه، تو حرمت این اسلحه رو میده، اون تفنگ نداره، تو حق نداری تفنگ بکشی به طرف کسی که سنگ میپرونه شلیک بکنه. توی شیر سنگی مثلا اینا بود که این حس رو میداد که واقعیه، یعنی میگفت تفنگ که به دستمون دادن حرمتش هم یادمون دادن، هر جایی که نباد شلیک کرد. کسی که به این مرحله نرسه حق نداره تفنگ دستش بگیره. ما مرد جنگی ما علیار، اما تفنگ که به دستمان دادن حرمتش هم یادمان دادن. حالا هم نه شما باک داریم نه نامدار خان، اما خوب بختیاریم ما، غیرت داریم، یادمان دادن که سینه نامرد نشانه بیریم نه پشت مرده. این اندازه های آدم توش معلوم، در یه چادری یا یه خانه ایلاتی که وارد بشی یه نگاه بکنی یه جور نشستن، همه رو زمین نشستن، اما همینجوری حس میکنی که آه بزرگ این فامیل اون آدم. و اینا رو به آدم یاد میده زندگی ایلیاتی، حرمت به زندگی رو و طبیعت رو و شکار رو. مثلا پدر من شکار میکرد، ولی بارها به ما مثلا اون موقع فکر میکرد، چه میدونست، فکر میکرد شاید ما بزرگشیم مثلا شکار رو، من هیچ وقت تو عمرم شکار میکرد، ولی دائما میگفتی که هیچ وقت که مادینه رو نزن. بعد این قانون بود توشون اون موقع که فصل زایش هیچ کس حق شکار نداره، حق شکار، چون حتی نرینه رو حق نداشتن در فصل شکار بزنن، چون بودن صدای تیر مادینه رو میترسونه و بچهش ممکنه صدمه ببینه. برای ما قصه میگفتن که من تو اون پوریای ولی گذاشتم داره چاپ میشه فیلمنامه که من برای اینا نوشتم، که آدم گرسنه این آهو رو به دام میندازه، ولی وقتی بغلش میکنه دست شیر میشه، سینه های این شیر توش هست و مجبور اینو رهاش بکنه، چون بزرگترین گناه رو مرتکب شده تو اگر یه آهویی رو که شیر داره بزنی و بخوریش. اینا حرمت هایی بود که به طبیعت گذاشته میشه. این که مثلا ما برامون عجیب بود، مثلا در قبرستون پامون رو سنگ قبر نباید میذاشتیم. خب الان دیگه سنگ قبر انقدر چسبیده با هم، شما وقتی میرید تو قبرستون هم پا میذارید، ولی برای ما توی جاده‌های سرد اینو دیده، شما دیده بودین، یعنی که سر قبر یکی از روی سنگ یکی پاتو بذاری، این یه گناه بزرگی بود. اینکه یک سری چیزا مقدس بودن، مثل نون. شما من الان هم یه تیکه نون رو زمین ببینم، هی این برای من کسی نبینی یواشکی برش میدارم میبوسمش میذارم یه جایی، چون اینکه ببین این نون اگه رو زمین بیفته این خیلی گناه بزرگیه. خب من معلوم میدونم مثلا این نونا کپک میذاره میریزن بیرون تو کوچه، مثلا آدم نمیدونه باش تو صد تا آشغال میریزن. برنجو که ما میشستیم، من میخوام بگم اینا چه معنی داره، اینا یه فرهنگه. هیچ وقت آب برنجو شما تو چاک نمیریزی، آب برنجو باید پای درخت ریخ، آب برنجو باید در سبزینری. شما این آب اینو که اگه بریزی تو چاک، این با چیزای نجس قاطی میشه، ولی پای درخت میریزی که بخورتش. و اتفاقا بعدها من فهمیدم این یه نوع کودم هست برای درخت، یعنی مواد غذایی میشه. پای سبزی نمیریزی. خب من هنوزم که میبینم مثلا یه موقع اینا راحت میریزن، نمیخوام ببینم، این مال کودکیه. من 5 سالگی چیزی من هنوز این توی ذهنت یه جوری میچسبه که این کار غلطه. سلام کردن مثلا کوچکتر به بزرگتر معنی داشت. من تنها کسی که هیچ وقت نتونستم به زودتر سلام بکنم بابا بزرگم بود. آقا عده چگینی، خب این بزرگی آدم عجب و غریبی بود. این تنها کسی بود که 117 سالم خدا بیامرزه عمر کرد. و این تنها کسی بود که ما از بچه که بودیم از دور که میدید نمیذاشت ما سلام،
ما همش آرزومون بود واقعا بزرگ شده بودیم یه دفعه اینو از دور دیدیم رو دستش بهش سلام کنیم، ولی خب اینو میاموختی. این یه نوع احترام به بزرگتر بود، این یه نوع احترام به بزرگتر بود که من هرگز ندیدم تو خانوادم تا پدرم. الان تو خانواده خودم میبینم که یکی بخواد آب بخوره یه کوچکتری اونجا باشه، اول به اون کوچکتر تعارف نکنه. یعنی اگه بزرگتری در مقابل یه کوچکتری آب بخوره این گناه بزرگه، اول باید بده اون بخوره آبو. احتمالا چون موقع صحرا بوده آب کم بوده، ولی حتما باید اول کوچکتره بخوره بعد بزرگتر ازش بخوره. خب این ریزه‌کاری فرهنگ چیه؟ یه سری ایناس به آدم معنی میده. من سعی کردم اینا رو بخشایش رو تو فیلم بذارم چون بعضی چیزاش خیلی زیباست. مثلا حسودی میشه به ژاپنیا که ساموراییشونی که شمشیرشون رو به فروش فئودال ها میذاشتن اینقدر گنده کردن. ما این آدمامون، این پهلوانامون، این نگرشمون، این زیبا، اینا زیباست. اینا ربطی به مدرنیته و سنت نداره. اینا دستاوردهای بشریه. ایجاد محبت میکنه تو خانواده، تو ایل، تو تبار، تو بیگانه. اصلا احساس محبت میکنه وقتی میبینه یکی به همه چی، برای هر چیزی یک حرمتی قائله. حرمت به همه چیز. یعنی این بود که شما، ما وقتی میرفتیم صحرا، این مثلا باز عجیبه، حق نداشتیم مورچه ها رو بکشیم چون ما بچه بودیم، اسباب بازی بود، همین چیزا بود، لاک پشت بود، مورچه بود، طبیعت بود، سبز قبا بود، نه نه از این چیزا. اما اگه تو خونمون بود کشته میشد کسی زیاد از ما ایرادی نمیگرفت، چون میگفتن اونجا رفتی در لونه اون، یعنی اون بیابونه واقعا این کارو میکردن، میگفتن گناه داره. اول نگاه میکردن میخواستیم بریم صحرا، ما زیاد صحرا میرفتن، میگم دارو جمع میکردیم، گیاه رو مادرم بلد بود. ولی اونجا که میرفتیم اول کاری که میکرد مثلا مادر ما یا پدر ما، پدرم خب کمتر، بیشتر خانم ها این کارو، اول همه جا نگاه میکردن که اینجا لونه مورچه نباشه، لونه موش نباشه. چون سوراخ مو شما نشستید، من دیدم مثلا بعضی شهری ها میمدن اونجا سر شیر سنگی، بچه رو تو ایل بردیم ما فیلم برداری کردیم، مثلا اومده بود اون آدمی که تدارکات چی بود نگاه نکرده بود، بعد چادر رو زده بود، من میدونستم که این ممکنه اشتباه بکنه. اومدم نگاه کردم، گفتم خب زیر اینا رو نگاه کردی؟ گفت آره آقای جوزانی، هرچی هم که بگی میگن حله. بله آقای جوزانی. ما رفتیم گفتیم بی بریم بینیم، دوتا چادر رفتیم، سومین چادر رفتیم دیدیم همه اینه تپه شده. یعنی این نمد رو که انداخته بودن، چون نمد نمیذاره که نم بیاد بالا، من برای اینا نمد خریده بودم که کف چادر مینداختیم، منتها این دم لونه موشای صحرایی گذاشته بودن. این بیچاره خاکا رو قلمبه میکرد زیر، شما فکر کنید این مثل تپه تپه زیر این اومده بود بالا، برای اینکه نگاه نکرد دم که اینجا لونه موشه. ببین این چیزایی که حرمت گذاشتن به این موشه که آقا نگاه میکرد، اینا یه جوری میره تو وجود آدم و بعد میبینه خب اینا که چیزای خوبیه، مثلا چرا اینا بده؟ چرا ما میخوام وقتی مدرن بشیم فکر کنیم که مثلا احترام گذاشتن به بزرگتر مثلا بد است؟ میگم شاید زندگی ایلاتی این چیزایی که دوست داشتم تو من مونده ایناست. من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم، من اینجا تا نفس باقی است میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم، امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم.